من برای این جوانا مصلحت دیدم و به اونا گفتم که شما قانون مجازات رو من حواظ من نمید آقا ببینید سن و سال آدم که بالاست یه پشه برای اینجا حواظ چون یه آدم محترمه اونم بزر شما که باش دوستی قدیم هم دارم من شبت حالا چی؟ ببین خیلی میکنه این باید یواشکی میکردیم هم تو که همه میکنم قربانت برسیم با سلام. خبر خیلی زود همه گیر و جهانی شد. ایرج پزشکزاد نویسنده سرشناس معاصر در چندین دهه خدمات فرهنگی و نوشتاری او که احتیاج به معرفی در این برنامه نداره. زیر آسمان پاریس مدیون حضور ایشان در چندین فعالیت در چندین مجلس سخنرانی و جشن و به هر حال همه ایرانیان ساکن فرانسه و به خصوص پاریس این شانس رو داشتند مانند من که از نزدیک به دفعات ایشان رو ببینند. خواستم این برنامه رو به سبک و سلیقه خود ایشان یعنی فقط از خاطرات خوش برنامه رو تنظیم کرده باشم. دو خاطره شخصی. اولین بار در دفتر آقای شاپور بختیار ایشان رو دیدم در قبل از جنگ و دوره‌ای که ایشان علاوه بر نشریه نهضت مقاومت ملی رادیو را هم مدتی مدیریت کردند و بعدها حدود 20 سال پیش یک بار با عبور اتومبیل ایشان رو جلوی یک بیمارستان دیدم و چون توقف غیر ممکن بود فقط راه یک خط داشت برای اتومبیل‌ها و ایشان من رو دید شب به ایشون تلفن کردم و گفتم آقای پزشکزاد من رو ببخشید که نتونستم جلوی بیمارستان توقف کنم و ایشان با طنز همیشگیش گفت شاید از این به بعد فقط من رو در جلوی بیمارستان ها خواهید دید و نه در جلوی کاباره برای اینکه سن و سال من سن و سال بیمارستانه. بعدها به دفعات مختلف در جلسات خصوصی و عمومی ایشان رو دیدم و همیشه از محبت ایشان به نوعی که برای خودم بسیار با ارزش بود برخوردار بودم. یکی از این دفعات در سال 2016 عکسی رو که پشت سر من میبینید با چند دقیقه تأخیر وارد شدم و دست و پا گم کرده بدون اینکه سعی کنم مجلس رو برهم بزنم سپایه دوربین و فیلمبرداری رو مستقر کردم و از شدت هیجان سپایه و دوربین به زمین افتاد و سخنرانی ایشون قطع شد و این اعتراض ایشان رو با طنز همیشگیش چنان دیدم که اولا در مقدمه برنامه اون رو دیدید که من به جای آرم آغاز آرم پایانی رو گذاشتم که باز دوباره در انتها خواهید دید و بعد وقتی که دیدم ایشون چگونه با طنز خودش از این جنجال وضعیت صحبت کرد و ناخودآگاه در یک لحظه برای عذرخواهی رفتم و سر ایشون رو بوسیدم و این برای من یک خاطره همیشگی و ابدی خواهد بود. خواستم اون رو با شما شریک شده باشم. آنچه که خواهید دید از مجموعه گفتگوها و مصاحبه ها و گزارش هایی که با ایشان داشتم در رسانه قبلی جای گفتنش اینجا نیست که چگونه از بین رفت، ولی خوشبختانه چند تایی رو در اختیار دارم، در آینده اونها رو هم پخش خواهم کرد، ولی این بار به دلیل اینکه یک بحث و یک پخش بود به لطف خانم ناهیده انزلیچی در انجمن فرهنگ آزاد ایشان یک سخنرانی و در واقع یک روخانی از یکی از نوشته‌های خودشون رو داشتند که وقتی خودتون ببینید متوجه خواهید بود که چرا
برای این برنامه کافی بود فقط همین یک سخنرانی رو بازپخش بکنم و وجود و قیمت امروز ایشان رو هم به قول آقای ایرج پزشکزاد مانند چندینی که در همین دو سه ماه رفتن مثل آقای سیروس آموزگار برگ‌های شناسنامه کسانی بودند که فهمیدند جمهوری اسلامی مال اونها نیست و اونها هم مال جمهوری اسلامی نیستند. این گزارش رو که ببینید متوجه خواهید شد. با نهایت بیرحمی سالی 700-800 هزار نفر جوان رو اعدام میکنن و به جر سقیل میمنن. ولی وقتی سوال میکنید از مسئولان دولت آقا چیز چرا اینقدر زندان سیاسی، چرا اینقدر اعدام؟ نهی سیاسی ابدا هم چیزی نیست. امشب هم خاطر جمع هم که اگر یکی روش بشه رو و فضولی کنه از آقای پرزیدنتی که در مهمانیست بپرسه که چرا اینقدر زندانی سیاسی و چرا اینقدر اعدام، خواهد گفت زندانی سیاسی مطلقا نداریم و اعدام اعدام بله شدم، هیچ حرفی درش نیست، ولی دقیقا طبق قانون اعدام شدم و این مکرر، یعنی واقعا از این دو سه ماه گذشته چند بار سازمان‌های حقوق بشر واقعا راجع به اعدام‌ها از آقای لاریجانی رئیس قوه قضاییه سوال کردن و دو بار جوابش رو من دیدم که خلاصه جوابش اینه که اینا طبق قانون مجازات عمومی محاکمه شدن و اعدام شدن. من دو راه هست برای اینکه من قانون مجازات اسلامی رو برای شما توضیح بدم. یکی سیستم آکادمی کشه دونه دونه بیام ماده به ماده. یکی دیگه من چند سال پیش این قانون رو دقیقا مطالعه کردم، منتها قانون سال 1170 و سال 1170 تا الان دو بار سه بار یه اصلاحاتی شده، ولی اصل موضوع چیز اصل مجازات ها و پروسیدور جزایی همونه که هست، مسلم بدونید و بهشون یک نکاتی رو هم باز یادآوری کردم. در نتیجه من یک محاکمه ای رو که محاکمه خیالی با یک پرسوناژ های واقعی که روی کاغذ آوردم این رو برای شما میخوانم و شما به تمام، یعنی با بسیاری از جزئیات عجایب قانون مجازات اسلامی آشنا میشید. یه روز من رادیو تهران من میتونستم ببینم به وسیله اینترنت دیدم آقای رئیس قوه قضاییه اون موقع آقای سلف آقای لاریجانی آقای آیت الله محمد یزدی بود، در خطبه نماز جمعه میگفت که به وسیله رادیو پخش میشد اگر دادستان برلن حکم جلب آقای علی فلاحیان آیت الله، یعنی حجت الاسلام علی فلاحیان وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی رو که اون واقعا وزیر بود واقعا لغو نکنه، ما هم مدارکی در اختیار داریم و اسنادی در اختیار داریم، می توانیم بزرگان سیاست غرب رو به محاکمه بکشیم. من اینه که شنیدم واقعا مغزم سوت زد. حضرت آیت الله قربان جدت حرید برم، آخه چطور میتونید تو به عنوان رئیس قوه قضاییه یه مملکت این مزخرف و مهر ملو بگی، یه عمل اکری کنار کوچه بگی آقا حالا که وزیر ما رو اونا کشیدن به محاکمه، ما هم وزیر فرض کنید فرهنگ آلمان یا فرانسه رو میکشیم به محاکمه، ولی تو رئیس قوه قضاییه چجوری این نمیگی محاکمه کشتن؟ اولا محاکمه متهم میخواد، ماده قانونش میخواد، جرم میخواد، همه اینا رو میخواد، چجوری میکنی؟ و تو فکر بودم که آیا تو ذهنش یه چیزی بوده اینجوری که میشه براش تو ذهنش امکان چنین
محاکمه یه رجل خارجی هم بوده یا نبوده. و تصادفاً به یک یاد یک چیزی افتادم، یه اتفاق افتادم در تهران افتاده بود سه چهار ماه پیشتر از اون، اونم قضیه سفارت آلمان بود، یعنی ماجرایی که سفارت آلمان دو سه روز تعطیل کرد. چه علت هم چی بود؟ علت این بود که یک وابسته، یعنی یک مشاور عالی فرهنگی داشت سفارت آلمان، برای ایجاد رابطه فرهنگی بین دو کشور نویسندگان و روزنامه‌نگاران اینا رو هر چند وقت یه دفعه به شام منزلش دعوت میکرد. یک شب که یک عده‌ای را از جمله هوشنگ گلشیری نویسنده سرکوهی روزنامه‌نگار یه عده‌ای رو دعوت کرده بود به شام، ماموران وزارت اطلاعات وسخو کردن بیرون، خبر شده بودن از این دعوت‌ها، تا این آمدن بیرون گرفتنشون. گرفتن و سر صدای بلند شد، به خصوص روزنامه، اون روزنامه حسین شریعت مداری، روزنامه کیهان، سگ پاچگیر رژیم، یه چیزایی نوشت که واقعا اهانت به سفارت آلمان، به دولت آلمان بود، طوری که میگم اونا هم خیلی عصبانی شدن. یکی دو روز اصلا چیز قنسولگر آلمان تعطیل شد. این و کسی که این دعوت رو میکرد آقای دکتر گوشت بود و مقامش هم وزیر مختار بود، قبلا در جای در یک کشور دیگری وزیر مختار بود، ولی فرصت دادنش به سفارت در ایران برای اینکه روابط فرهنگی رو به خصوص علاقه داشتن تشدید کنن. آقای دکتر گوشت خیلی عصبانی شده بود، برای اینکه مورد اهانت روزنامه کیهان قرار گرفته بود. و من تو فکرم همطور که دنبال صحبت آقای یزدی رئیس قوه قضاییه بودم، گفتم که خب چرا اینو مثلا فرض کنیم یک محاکمه این آقای دکتر گوشت رو بکشه، حالا که نمیدونم آقای جان میجر یا نمیدونم هلموت کول یا رجال به اصطلاح وزرا و نخست وزیران کشورهای اروپایی در اختیار نیستن، این آدم مقام وزیر مختاری هم داره، پرسوناژ درجه اولیه، پرسوناژ مهم سفارت آلمانه، اینو گیره محاکمه کنه. یه محاکمه خیالی درست کردم که در اون بر اساس تمام جزئیات قانون مجازات اسلامی محاکمش کردم و این رو برای بچه‌ها خوندم اونجا و بعدشون نیومد. این قبلا هم این رو به صورت تو یکی از که مجموعه قصام هم چاپ شده، حالا برای شما البته عوض شده، کوتاه شده، کوتاه شده شو برای شما میخونم که به جزئیات قانون مجازات عمومی جمهوری اسلامی پی میبرید. محاکمه خیالی به راه انداختم. وقت گزارش این محاکمه اینیست که برای شما میخونم الان. امیدوارم که این چراغ آره این چراغ به من کمک کنه، چون چشمم گرفتاری عجیب داره با این ذره بین، شاید درستش هم کردم. البته محاکمه دادگاه عالی جنایی به ریاست آیت الله محمد یزدی رئیس قوه قضاییه برای محاکمه آقای دکتر ینس هنریش گوست رئیس بخش فرهنگی سفارت آلمان تشکیل شده است. در جایگاه تماشاچیان جای خالی نمانده است. متهم در جایگاه متهمین بین وکیل مدافع ایرانی خود و وکیل مدافع آلمانی خود نشسته است. مترجم رسمی کمی عقبتر جا گرفته است. شعار تظاهرات خیابانی به گوش می رسد. رئیس بخش آلمان خصم خدا و قرآن اعدام باید گردد. رئیس دادگاه وارد می شود. حاضران به احترام و بلند می شوند. عکس از صحنه می گیرند. رئیس بفرمایید.
جلسه دادگاه رسمی است. برادر منشی، اون پنجره را ببندید. مجدداً به تماشاچیان اخطار میکنم که از دادن هر گونه شعار و تظاهر خودداری کنند. در جلسه قبل از نهار مقدمات احراز هویت متهم و شاکی و شهود انجام شد. در صورت حضور متهم و وکلای مدافع و شاکی و گواهان دادرسی را ادامه می‌دهیم. منشی: همگی حاضرند حضرت آیت الله، یعنی همین آیت الله یزدی رئیس قوه قضاییه. بسم الله الرحمن الرحیم. آقای دکتر ینس هانریش شهرت گوست، 47 ساله، فرزند فردریک تبعی آلمان، شغل رئیس بخش فرهنگی سفارت جمهوری فدرال آلمان در تهران. متهم است که نسبت به شخص کرملی، شهرت خلخالی، شغل طواف، مرتکب عمل شنیع لواط منجر به نقص عضو گردیده است. وکالت متهم را آقای دکتر دعاوی وکیل دادگستری و آقای فون کاستل وکیل اعزامی از آلمان عهده‌دار هستند. البته وکیل آلمانی فقط حق نظارت دارد. اگر مطلبی به نظرش میرسد باید به وسیله وکیل ایرانی به عرض دادگاه برساند. یادآوری میکنم که متهم جرایم متعددی مرتکب شده است. علاوه بر اتهام ردیف یک، یعنی لواط، به علت جرایم دیگری نیز به شرح زیر تحت تعقیب قانونی است. از جمله تشویق به فساد از طریق اشاعه فرهنگ منحط غربی. موضوع بند اول ماده 103 قانون مجازات اسلامی، جاسوسی به نفع یک دولت بیگانه، موضوع ماده 8 قانون تعزیرات. 4 شرکت در کودتای امریکای نوژه، موضوع ماده 186 از فصل اول قانون محاربه و افساد فی الارض. لکن نظر به اینکه تحقیقات در مورد اتهامات ردیف 2 تا 4 کامل نشده، به حکم تفسیره ذیل ماده 12 قانون تشکیلات دادگاه های کیفری، پرونده لواط تفکیک و به این دادگاه جهت رسیدگی ارسال شده است. قبلا باید تذکر بدهم که به علت فضای خاصی که تبلیغات مسموم دشمنان حکومت الله در باب عدم امنیت قضایی در جمهوری اسلامی به وجود آورده است، بنا به امر مبارک رهبر معظم انقلاب اسلامی، جمعی از نمایندگان افکار عمومی جهانی دعوت شدند. دکتر گوز. ایش پروفسور پرزیدنت. با اینکه نوبت صحبت شما نیست، به عنوان ارفاق اجازه صحبت میدهم، یعنی به وکیلتان اجازه میدهم. بچی بنده و موکل بنده معتقد است که مسئولیت جزایی دیپلمات طبق ماده 31 کنوانسیون وین مطلق است و تفسیر بردار نیست. اینو که خودم نمیگه، بنده در این کنوانسیون وین شرکت داشتم، شخصا رئیس. دارید وقت دادگاه را تلف میکنید آقای وکیل. موکل شما میداند که ایراد مسئولیت دیپلماتیک عنوان شده به وسیله کارشناس حقوقی دادگاه استاد دانشگاه امام صادق رد شده است. وکیل: موکل این جانب اظهار میکند که نظر این کارشناس مورد قبول حقوقدانان بین المللی نیست. به موکلتان نصیحت کنید که وضعش رو از این جهت بخیم‌تر نکند.
ایشان متهم است که با منحرف کردن یک فرد معصوم از صراط مستقیم و آلوده ساختن منحیط منزه و مبرای جمهوری اسلامی با عمل شنیع لواط به اعتقادات ملت مسلمان ایران اهانت کرده است. شاکی و شهود و تماشاچیان هم صدا مرگ بر اسرائیل، مرگ بر امریکا. رئیس تماشا به تماشاچیان اخطار می کنم که آرامش دادگاه را به هم نزنم. متهم علاوه بر اینکه با نهایت بی‌شرمی به این فرد مستضعف مظلوم لواط می نماید، گوست فریاد می زنه ایش پروتستر پرزیدنت. رئیس نوبت صحبت شما نیست، ولی آیا به جریان امر اعتراضی دارید؟ بله حضرت آیت الله موکل اعتراض دارد. می گوید در این ساعت و این روزی که این شخص ادعا می کند، یعنی در ساعت 15 روز 12 آبان 75، موکل در دفترش با عده‌ای جلسه داشته است، یعنی یک هیئت از اعضای پارلمان آلمان که به دعوت مجلس شورای اسلامی به ایران آمده بودند از ساعت 14 تا 17 آن روز در دفتر موکل جلسه معارفه داشتند. چطور ممکن است که رئیس این آقای وکیل این ایراد را قبلا کرده، بازپرس جوابش را داده است؟ چرا سماجت می کند این آقای گوست؟ این هیئت خانم های عضو پارلمان آلمان بودند، نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم در جلسه بودند، خانم جلودار داده بود، خانم وحید دستجردی بوده، خانم رئیس بگویید بی خود نشمارد، هر که بودند به هر حال اینا زن بودند. مگر شما به موکلتان حالی نکرده اید که در مورد لواط شهادت زن پذیرفته نیست؟ موکل میگوید حجت الاسلام روحانی نایب رئیس مجلس هم در این جلسه تشریف داشتند. چیز غریبی، چرا حالیش نمیشود؟ برادر منشی متن ماده 119 قانون مجازات اسلامی را برای اطلاع متهم قرائت کنید. موکل این جانب آقای ینس هانریش گوس به ارتکاب لواط اقرار و اعتراف میکند، ولی اظهار می‌دارد که به خلاف اظهارات شاکی ایشان مورد تهاجم قرار گرفته، تهاجم کرملی قرار گرفته و کرملی در این لواط فاعل بوده است. تماشاچیان و شاکی و شهود و همصدا مرگ بر اسرائیل، مرگ بر امریکا. رئیس به تماشاچیان اخطار می‌کند دادستان دخالت. مسئله گاز گرفتن دماغ را که با قسامه ثابت شده چطور توجیه میکنید جناب وکیل محترم؟ وکیل ادعای آقای کرملی خلاف واقع است، چون شخص او دماغ موکل را گاز گرفته و موجب نقص عضو شده است. ولی آقای وکیل به آقای گوست و آقای فون کاستل وکیل آلمانی کاملا تفهیم کنید که جرم آقای گوست در این دادگاه ثابت شده است و مهلت اضافی و در جلسه آینده تنها موضوع مورد رسیدگی تعیین نوع مجازات متهم محکوم بر حسب تبصره ذیل ماده 121 است که روشن شود محکوم در این جنایت فاعل بوده است یا مفعول. پس در نتیجه تا جلسه آینده پایان جلسه را اعلام میکنند. صدای تظاهرات خیابانی باز بلند میشود. این بار شهود و محافظان و شاکی با شعارهای خارج همصدا میشوند.
رئیس بخش آلمان خصم خدا و قرآن اعدام باید گرده. و خیال میکنم ایرج وزیزاد که این فضولی ها را میکند اعدام باید کرده. من برای این جوان ها مصلحت دیدم و به اونا گفتم که شما قانون مجازات رو من حواظ من رو آقا ببینید سن و سال آدم که بالاست یه پشه برای اینجا حواظ کنید چه یه آدم محترمه اونم بزر شما که باش دوستی قدیم هم دارم هل شبت حالا چی؟ بده خرمه چیز میکنه این باید یوشکی میکردیم هم تو که همه میکنم قربانت برسیم.